ریک فرانکونا متولد 1951 سالهاست به عنوان نویسنده، مشاور و تحلیلگر رسانه در امور نظامی فعالیت می کند. فرانکونا یک افسر اطلاعاتی بازنشسته نیروی هوایی آمریکا با تخصص گسترده در مسائل سیاسی نظامی خاورمیانه است که در آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس اطلاعات دفاعی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پروژه های مهمی را بر عهده داشته است. مشاور نیروی هوایی سلطنتی اردن، فعالیت در سفارت آمریکا در بغداد، تنظیم گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره درباره جنگ اول خلیج فارس و آموزش نیروهای امنیتی و نظامی از جمله نیروهای ناتو در بوسنی بخشی از فعالیت‌های آشکار فرانکوناس. وی که جوایز مختلف نظامی امنیتی آمریکا از جمله جایزه فوک برنزی CIA را برای خدمات ویژه‌اش دریافت کرده است، پس از بازنشستگی به عنوان کارشناس با شبکه‌های NBC، MSNBC، CNBC و در 2 سال گذشته در نقش تحلیلگر نظامی با شبکه خبری CNN همکاری دارد. آنچه فرانکونا را برای ما مهم می کند تصویر متفاوتی است که از استفاده رژیم عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی ارائه می دهد. سرهنگ فرانکونا برخلاف آنچه که دولت آمریکا سالها درباره بکارگیری سلاح شیمیایی علیه ایران انکار می کند، اطلاعات تازه‌ای در این باره افشا کرده است. بذارید تاریخچه‌ای بگم. در سال 1987 من به استخدام پنتاگون در آژانس اطلاعات امنیتی در اومدم و ما مسئول تقریبا همه چیز در خاورمیانه بودیم و در سال 1987 آژانس اطلاعاتی امنیتی ارزیابی انجام داد که اگر قرار باشه ایران بخواد عملیات جدیدی رو آغاز کنه که با توجه به پیشبینی‌های سال 1988 محتمل بود، به این نتیجه رسیدیم که ایران میتونه از موقعیت فعلی خود در فاو تا نزدیکی بصره پیش بره و به سمت بغداد حرکت کنه. باور ما این بود که اگه این اتفاق بیفته ایران جنگ رو خواهد برد. گزارشی به کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری ریگان ارسال شده بود که نتیجه میگرفت پیروزی ایران در جنگ برای سیاست خارجی آمریکا غیر قابل قبوله. بنابراین در اوائل سال 1988 من و افسران دیگری به بغداد اعزام شدیم تا با سرویس اطلاعات ارتش عراق ارتباط بگیریم و داده های اطلاعاتی و امنیتی را در اختیار آنها قرار دهیم. من به بغداد رفتم و با معاون سرویس اطلاعات ارتش عراق تماس گرفتم. او پیشنهاد ما را قبول کرد. سرهنگ فرانکونا، چه چیزی دقیقا باعث این شتاب برای همکاری نزدیک شما با نیروهای عراقی شد؟ خب ما عراقی ها را رصد کردیم. همه این فضا را در واقع به دقت نظاره‌گر بودیم. سال 1987 برای ما کاملا واضح بود که عراقی ها در وضعیتی نیستند که بتونن در این جنگ موفق بشن. به نظر می رسید که ایرانی ها بالاخره به جایگاه برتر دست پیدا کردند و هر سال عراقی ها را بیشتر و بیشتر به عقب می رونن. گزارشی که ما نوشتیم عنوانش بعد از دروازه های بصره بود. باور ما این بود که بصره کلید پیشروی به سمت جنوبه و اگر ایرانی ها موفق می شدن بصره را بگیرن، در واقع جنوب این کشور را هم گرفته بودن. احساس می کردیم قدم بعدی فتح بصره و پیشروی در جاده و گرفتن بلندی ها تا بغداد است. بنابراین خیلی نگران بودیم که نشسته ایم و پیشروی و پیروزی ایرانی ها را تماشا می کنیم. فراتر از همه چیزهایی که گفته شد و شنیده شد، شما شخصا چه اطلاعات دقیق تری در مورد آن برهه از تاریخ دارید؟
space of time. خب بیشتر کارهایی که در اون زمان انجام گرفت منتشر شد. چیز زیادی برای گفتن وجود نداره. یک عملیات خیلی کوتاهی بود که از اوائل سال 1988 شروع شد و اواخر ماه آگوست همان سال به پایان رسید. این زمانی بود که جنگ تمام شد و ما روابطمون رو قطع کرده بودیم. دو ارتش روابطشون رو قطع کردن. خبر دارم که سازمان سیا بعد از اون روابطی با عراق داشت، اما این رابطه امنیت و دفاعی و رابطه من با عراقی ها تا پایان جنگ پایان یافت. بنابراین عملیات کوتاهی بود و از منظر آمریکایی ها عملیات بسیار موفقی بود که چرا تونستیم اطلاعاتی در اختیار عراقی ها بذاریم که بر اساس اون تونستن با ایرانی ها در جایی که باید بجنگن تا عملیات اتفاق نیفتد. حمله ایرانی ها در واقع اصلا اتفاق نیفتاد، چرا که نیروی هوایی عراق بخش عمده ای از لوجستیک ایرانی ها رو که برای شروع عملیات در بهار لازم بود متوقف کرد. عراقی ها تا چه حد بدون اطلاعات ماهواره آمریکایی ها میتونستن به هدفشون برسن؟ سوال خیلی خوبیه، ولی خیلی هم سخته بخوایم جواب بدیم که اگه کاری نمی کردیم چه اتفاقی می افتاد. به نظر ما به عراقی ها کمک کردیم حمله به ایران رو خونسا کنن. حالا اینکه آیا عراقی ها میتونستن این کار رو بدون کمک ما انجام بدن؟ نمیدونم. فکر نمی کنم میتونستن. فکر می کنم اگه کمک نکرده بودیم ایران جنگ رو میبرد. آیا شما خبر داشتی که صدام قصد داره از گاز سارین استفاده کنه؟ نه نه، ما برنامه موشکی عراق رو دنبال میکردیم و مشکوک شده بودیم که سلاح شیمیایی دارن. میدونستیم که گاز خردل استفاده کردن. ما زمانی متعجب شدیم که حلبچه اتفاق افتاد. الان که به گذشته نگاه میکنیم و گزارش ها رو میخونیم، انگار حلبچه آزمایش عامل های عصبی بود. و وقتی که مطمئن شدن عامل عصبی مؤثر بوده، چون در یک حمله تعداد زیادی کشته به جا گذاشت، اون وقت دیدیم که از این بمب در جنگ استفاده کردن. خب این اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود و دردسرهای زیادی برای ما ایجاد کرد، چون وقتی از بمب شیمیایی در حلبچه استفاده کردن، من در بغداد بودم و زمان زیادی طول کشید تا متوجه شدیم که کار عراقی ها بوده و از گاز اعصاب استفاده کردن. یه ماه بعد بود که عملیات رمضان مبارک رو انجام دادن و جزیره فاو رو آزاد کردن و جزیره فاو رو گرفتن و من بلافاصله بعد از عملیات به فاو رفتم. کاملا واضح بود که در جنگ از سلاح شیمیایی استفاده شده. این برای ما خیلی دردسر داشت، چرا که نمیشه آمریکا در حال کمک به کشوری دیده بشه که از سلاح شیمیایی استفاده میکنه، به خصوص که عراق علیه مردم خودش این کارو میکنه. بنابراین حمایتمون رو از عراق متوقف کردیم. من به واشنگتن برگشتم و چندین جلسه بین مقامات عالی رتبه صورت گرفت که البته من در اون جلسات حضور نداشتم. سوال این بود که آیا به حمایت از عراق ادامه بدیم؟ کشوری که از سلاح شیمیایی استفاده میکنه تا اهداف سیاست خارجی آمریکا تامین بشه و اطمینان حاصل کنیم ایرانی ها برنده این جنگ نخواهند بود، یا دست از حمایت عراقی ها برداریم و پیشروی و پیروزی احتمالی ایرانی ها رو تماشا کنیم؟ کمک ما به عراقی ها در واقع کمک به صدام حسین نبود، بلکه هدف ما متوقف کردن ایران بود. تفاوت ظریفی وجود داره، اما وجه ایران برای ما مهمتر از وجه عراق است. چرا رئیس جمهور ریگان اینقدر به مداخله در جنگ و تأمین اطلاعاتی عراق تمایل داشت؟ خب اون خیلی نگران بود که ایرانی ها پیروز بشن و ما خیلی از بابت حکومت ایران نگران بودیم.
و اون نگران بود که پیروزی ایران در عراق موجب گسترش انقلاب ایران بشه. اون نمیخواست این اتفاق بیفته. علاوه بر این، این نگرانی هم وجود داشت که ایرانی ها عراق رو بگیرن یا بر عراق مسلط بشن. بعد چه خواهد شد؟ قدم بعدی کویت بود؟ عربستان سعودی بود؟ همه اینها به نفت مربوط میشه و اینکه چه کسی چاهای نفتی خاورمیانه رو کنترل کنه. چه چیزی باعث شد شما کتاب اتحاد با دشمن رو بنویسید؟ خب برای من خیلی جالب بود که در سال 1987 و 1988 ما به عراقی ها کمک میکردیم و بعد در سال 1990 و 91 با عراقی ها میجنگیدیم و من تقریبا نقطه نظر منحصر به فردی از ماجرا داشتم، چرا که مدتی رو با عراقی ها در بغداد و مناطق جنگی مثل شلمچه، فاو و جزایر مجنون گذرانده بودم و از نزدیک با عراقی ها کار کرده بودم و بعد از چند سال علیه همان افسرها در حال جنگ بودیم. بنابراین این کتاب مشاهدات من بود که چطور سیاست خارجی ما به جای قانون و منطق بیشتر از منافع ملی خط میگیره. من به مسئله از نظر سیاست خارجی آمریکا نگاه می‌کنم. در اون زمان، یعنی سال‌های 1987 و 88، تمرکز ما این بود که ایرانی‌ها در جنگ پیروز نشن، بلکه فقط مسئله ایران بود. اگه به سیاست خارجی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نگاه کنین، در خلیج فارس همیشه مسئله ایران بوده، چرا که بازیگر بزرگ این منطقه هستن و ما همیشه از زمان سقوط شاه نگران قدرت ایران بودیم. بنابراین در سال 1987 ما احساس خطر کردیم و سیاست خارجی ما به دنبال تضعیف این قدرت بود و در یک برهه زمانی کوتاه تونستیم این کار رو از طریق عراق انجام دهیم. اینکه اسمش رو اتحاد گذاشتیم شاید بی‌مسما باشه. آنها شیوه مناسبی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی ما، یعنی متوقف کردن ایرانی ها بودن. آنها شیوه مناسبی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی ما، یعنی متوقف کردن ایرانی ها بودن. الان که به عقب نگاه میکنم، فکر میکنم خیلی مناسب بوده به ما وظیفه محول شه که نذاریم ایران برنده بشه و فکر میکنم در رسیدن به این هدف مؤثر بودیم.